سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابر، ضمن آرزوی سلامتی برای شما گزارشی رو خدمتتون تقدیم می‌کنیم در رابطه با برگزاری 20مین کنگره سازمان راکان. در این ارتباط در خدمت دو تا از رفقای شرکت کننده در این کنگره هستم، رفیقمون حمیلا نسکیلی و رفیق ایرج حیدری. ازشون تقاضا میکنم در رابطه با این کنگره، مسائل مورد بحث قرار گرفته در این کنگره و در کل نسبت به نحوه برگزاری این کنگره گزارشی رو به بینندگان عزیز ما بده. نخست سلام میکنم به همه بینندگان عزیز با آرزوی موفقیت برای همه و شادی. کنگره 20 رو ما مقدمه هم بر این اساس تدارک دیدیم که مهمان‌های بیشتری را نسبت به سال‌های گذشته و به صفت فردی به این کنگره دعوت. هم از این رو بران شدیم که مسائل تشکیلاتی خودمان را، مسائلی که برگان‌های تشکیلاتی مربوط می‌شد، در جلسات قبل از کنگره رسیدگی کنیم و حل و فصل کنیم، من جمله فرض کنیم انتخاب دو نهاد کمیته مرکزی و کمیسیون نظارت، اینها رو ما قبل از این کنگره انجام دادیم و در این کنگره عمدتاً به مسائل سیاسی که اسناد پیشنویسان در سایت سازمان منعکس هست، برآن شدیم که به این مسائل در این کنگره بپردازیم با حضور مهمان‌هایی که از کشورهای مختلف در کنگره حضور داشتند. خب شما رفیق حمیدا میتونید در ارتباط با مسائل مورد بحث قرار گرفته توضیحی رو بدید؟ منم اول سلام میکنم به بینندگان تلویزیون برابری. ما در واقع از ویژگی‌های شاید اول تجربه ما بوده، چون کنگره سالانه برگزار میشه، خب یه سنتی رو همیشه داشتیم، گزارش های مفصل نهادها و غیر از اون هم به حساب ما یک پیشنویس سمت سیاسی من همیشه به طور عمومی بود، تک تک مسائل رو هر سال به هر حال به عنوان یک سمت سیاسی میدادیم، ولی امسال تصمیم بر این گرفتیم که در رابطه با به برگزاری کنگره از چیزهایی که میتونه یک مقداری بار بروکراتیک داشته باشه در واقع کم بکنیم و آسانتر بتونیم اونها رو در فاصله زمانی کوتاه‌تری به انجام برسونیم و رو مسائل سیاسی خودمان رو متمرکز کنیم به آن چیزی که در واقع در اون زمان برای ما مطرح است و بیشتر بر روی متمرکز بشیم رو برنامه‌ای که برای سال آینده در پیش رو داریم. روی این اساس ما قطعنامه‌های رو همطور که سندها نشان میدن، قطعنامه‌های رو یا سندهای سیاسی رو با تم‌های مشخص و محدود پیش رو گذاشتیم که یکیش سند مربوط به بحران خاورمیانه بودش که در واقع به جای پرداختن به یک سند بین المللی ما متمرکز شدیم بنا به اوضاعی که در خاورمیانه در واقع مسائلی که در خاورمیانه در پیش متمرکز شدیم روی منطقه و جریاناتی که در منطقه داره میگذره و دخالت هایی که چه از سوی دولت های ارتجاعی منطقه چه از سوی نیروی امپریالیستی و غربی که دخالت دارن و چه از سوی در واقع به ویژه ایران در منطقه. در واقع در یک تحلیل یا سند در این رابطه تنظیم شد، بحث خیلی مفصلی تو این رابطه در گرفت. من همینجا تشکر میکنم از رفقایی که به من مهمان در واقع در کنگره شرکت داشتن که همفکری با ما پرداختن و تبادل نظر خوبی صورت گرفتش در این رابطه. بعد اسناد دیگری که آره، بعد اسناد دیگه‌ای که ما داشتیم سند در رابطه با در رابطه شکل‌های کارگری بود. بحث خیلی خیلی جاندار و
خوبی در رابطه با این سند پیشنهادی صورت گرفت و نظرات مختلفی مطرح شد، به ویژه در رابطه با تشکل سراسری کارگری اون متمرکز شدیم. به هر حال من فکر کنم اسناد در میاد و مکتوب در اختیار بینندگان قرار خواهد گرفت. سند دیگه ما در رابطه با قرامت تحولات سیاسی به ذات توافق هستی که خب سندش متاسفانه خیلی خیلی دیر تنظیم شده بود، ولی با این حال چون موضوعی بود که چون تهیه هر کدام از این سندها در جلسات پایتاخت قبل از اون در واقع به بحث گذاشته شده بود و پس از توافقات در واقع محتوای سندها به نوعی قبلا از فکر رفقای تشکیلات جمعی در واقع تهیه شده بودش، این سند از نظر کتبی دیر رسیده بود، همونطور که تو سایت هم به حساب دیر آمد، ولی بحث خیلی خیلی خوبی در رابطه با اون صورت گرفت و این مسئله به هر حال برخورد با شکستن تحریم ها که از سوی در واقع امکان یک به هر حال نفس کشیدن و اینکه به هر حال از نظر دارو درمون تست چیزی که در ایران واقعا فشار بیشتر این تحریم ها بر طبقه زحمت کش ایران کار نیروی کار ایران وارد شده بود و در واقع خب یه بخشی از بورژوازی شاید از قبل تحریم ها خورده بود در ایران، در هر حال یعنی شاید که نه از قبل این وجود حضور تحریم ها در واقع درآمدی افزوده بود، علی رغم این بحث خیلی چیزی در گرفت که به هر حال این پولی که الان آزاد شده خواهد آمد، آیا این به چه معنایی خواهد بود و تا چقدر این کمک خواهد کرد واقعا به آن به سفره های اونهایی که نان ازشان نبوده شده در واقع خواهد آمد یا نه. بحث خیلی خوبی در گرفت، طولانی بود، ما وقت کنده تنظیم شده بود، خوشبختانه وقت هم خوب تنظیم شده بود به نظر من و تونستیم روی اینها به هر حال اساس بینشی که این در واقع همه اقشار بورژوازی ایران در رابطه با مسئله فشار به نیروی کار با هم توافق دارند از هر جناحی از حکومت کاملا توافق بود در اون چیزی که اساس سند سیاسی رو تشکیل میده، توافق کامل وجود داشتش توی چیز بر روی بر حال قسمت هایی که میتونه به این در واقع سند اضافه بشه، صحبت هایی شد که بر حال فکر میکنم بینندگان ما بعد از آمدن سند اون زاویه خرم. حالا سوال دیگه از رفیقمون ایرج داشته باشیم، اگر احیانا تکمیلی چیزی داریم؟ توضیح تکمیلی لازم است راجع به این سه موردی که رفیق عزیز من امیلا عنوان کرد و توضیحات کامل داد، لازم نیست توضیحات بیشتری داده بشه، فقط یک نکته تکمیلی و نکته تکمیلی این هست که از بین کسانی که در کنگره شرکت داشتن چه مهمان و چه اعضای سازمان، برای هر یک از این سندها، برای تدقیق این سندهایی که الان به صورت پیشنویس در سایت هست، برای تدقیق اینا یک کمیشن هایی تعیین شد، برای تدقیق هر کدام کمیشن هایی تعیین شد که این کمیشن ها خواهند رفت و ظرف یک مدت معین، که قطعا کوتاه مدت خواهد بود، این رو بررسی میکنن، تدقیق میکنن اسناد رو و همونطور که رفیقمون دارتون نیستیمون در آینده خیلی نزدیک در اختیار همه بینندگان عزیز قرار میگیره. دانن در ارتباط به غیر از این سه سند مورد دیگه ای هم مورد بحث قرار گرفت؟ دو مورد. بله ما دو مورد در واقع داشتیم که در بحث کنگره قرار گرفتش، مهمترینش مسئله اتحاد نیروهای چپ بود و کلن تحلیل از وضعیت چپ، چون هر حال مسئله پراکندگی تشدد در نیروی چپ بکنم
مشغله ذهنی هر انسان در واقع سوسیالیستی هستش که برای عدالت، هر انسان برابری خواهی هستش که به هر حال این نیروی پتانسیلی که وجود داره به شدت پراکنده هستش و در نتیجه نمیتونه عملکرد داشته باشه، نمیتونه مداخله‌گر باشه به خاطر پراکندگیش. و ما بحث مفصلی داشتیم، یک روز بحث ما بود در رابطه با مسئله تشدد و پراکندگی و راه های غلبه بر اون، از جمله جایی که ما الان به هر حال نیروی سازمان تلاش میکنه که به هر حال با گذاشتن این نیرو در همین اتحاد چپ حساب نیروهای چپ کمونیست انقلابی که توی در واقع نشست 23 جریان معروف شده، به هر حال آینده این ظرفیت این و به هر حال ما تلاش، یعنی بحث‌های زیادی صورت گرفته، نسخه پیچیده‌ای نتونستیم در بیاریم، موجود نیستش، و ولی خب تلاشمون سر این هستش که به هر حال با نیروهایی که در این نشست هستند به هر حال مسائل و مشکلاتی رو که دارن تلاش بشه این مسائل رو بیرونی، در واقع این بحث ها رو بیرونی کنن، این بحث ها رو با جمع خارج از خودشان، نیروهای چپ پراکن منفردی که در خارج وجود داره یا چپ سازمان یافته یا در نهادهایی هستن، به هر حال این بحث ها رو به بیرون بیارن، با همفکری اونها شاید کمک بیشتری بشه به اینکه بتونن راه حل پیدا کنن برای غلبه بر انتشار. بله، میدونم چند روزه که خب پرتلاشی رو پشت سر گذروندید و حتما خسته هستید، حقم دارید، ولی برای حسن ختام این بحث مختصرمون از رفیق ایرج تقاضا میکنم که آیا تفاوتی بین برگزاری به طور مشخص کنگره 20 با کنگره های قبلی میبینید از نظر شکل برگزاری یا محتوا و یا نتیجه گیری، موفقیت عدم موفقیتش رو خودتون چگونه ارزیابی میکنید؟ قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، لازم میدونم به یک مسئله دیگری که در کنگره ما مطرح شد بپردازم و اون روز آخر کنگره بود که نگاهی داشتیم تمام شرکت کنندگان در کنگره نگاهی داشتن به رسانه‌های تصویری و حتی سایت و نوشتاری سازمان مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به هر حال به نتایجی هم رسید. و اما در پاسخ به سوال شما، من تفاوت که بگیم به عنوان مثلا یک تفاوت کیفی، اون معنای کیفیت بالتر یا پایین‌تر اصلا صحبتش نمی‌کنم، ولی تفاوت کیفی رو از این زاویه مطرح می‌کنم که اساسا این کنگره، بله، با کنگره‌های گذشته ما تفاوت کیفی از این زاویه که میگم کیفی، نه مطلق خوب یا بد، کیفی داشت. این تفاوت کیفیش از این زاویه بود که اولا مهمان‌های بیشتری داشتیم، سنان بحث‌ها خیلی راحت‌تر باز شد، چرا که ما اون مسائل به اصطلاح اداریمون، مسائل تشکیلاتیمون رو قبلا حل کردیم، اونها خیلی وقت از ما می‌گرفت و این به اصطلاح یه تجربه جدیدی است، حتی برای من که تا کنگره 20 حتی منشی این کنگره بودم، برام تجربه جدیدی بود که با فراغ بال با به راحتی با زمان بسیار مطلوب برای هر نفر که وقت میدادیم و این کنگره برگزار شد و به نتایج بسیار بسیار مطلوبی در همین چهار عرصه‌ای که رفیق اون امیرا عنوان کرد که در بحث کنگره بود رسید. بسیار خوب، خیلی خوشحالم، خیلی ممنونم. اگر احیانا چیز ناگفته‌ای باقی مونده است روی حرف من، اگر تا چیزی باشه. نه، من فکر کنم قدنامه ها خودشان نشان خواهند داد، برای اینکه توی داخل هر کدام از قدنامه ها جنبش های اجتماعی دیگه از جمله جنبش زنان و در واقع جنبش ملی مطرح شد، بحث شد توی هر کدام از اینها و ارتباطشون به ویژه پس از
تغییر این برداشتن تحریم ها چون یک واقعی بسیار مهمی هستش. به هر حال اون چیزی که رژیم تا حالا به حساب با اون بخش بزرگی از مخالفین خودش رو سرکوب کرده، از بین برده، با به نام به هر حال چیز این برداشتن این تحریم ها رابطه مستقیم با آمریکا و نقش وضعیت رژیم در داخل تغییر خواهد داد و این هستش که روی جنبش های مختلف تأثیر خواهد گذاشت. جنبش کارگری کاملا روشن هستش که زیر ضربه بیشتری خواهد رفت، برای اینکه تا به حساب توافق روش وجود داره. به هر حال مدل چینی یا مدل های مختلف، من نمیخوام روی چون تحلیل سازمان توی خود سند میاد، ولی به هر حال چون در رابطه با برخورد با مسائل مدنی ممکن استش که این اختلافاتی که داخل هیئت حاکمه وجود داره خودشون نشون بده، این هستش که تفاوت‌هایی بین این برخورد با این جنبش‌ها پیش خواهد آمد و تلاش ما این هستش که به عنوان یک نیروی در واقع سوسیالیست بتونیم مداخله‌گر بشیم در به حساب این جنبش‌های اجتماعی. همین توی سند فکر کنم اینا این بحثا رو هم می‌خواستم بگم که با اینکه سند توی این رابطه است و ما مشخص مثلا در رابطه با زنان یا در رابطه با ملی یا چیزهای دیگه سند مشخص نه فقط به جنبش کارگری سند مشخص داده شده، به معنای این نیست که نپرداختیم. این سند که میاد فکر کنم روشن میشه، حتی به کار کودکان رو هم بعد کار کودکان از جنبه بحث خیلی جدی در رابطه با کار کودکان تو سند در رابطه با سند جنبش کارگری صورت گرفت که یک به هر حال کشوری که روی نفت خوابیده ولی عملا کودکش مجبور به کار هستش، ما اینکه ما مخالف واقعا یعنی توی برنامه ما مخالفت ممنوعیت کار کودک وجود داره، ولی فکر باید کردش که این کودکانی که مجبور به کار هستن چگونه میشه تامین کردش که اینها به هر حال بتانن حداقل از چیزای روی اینها بس صورت گرفت. حالا سند مشخص شد. خب خیلی متشکرم از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید و با آرزوی موفقیت هم برای شما هم برای سازمان شما در پیشبرد برنامه‌اش و بردن اون به اصطلاح ایده هایی رو که دارید برای تثبیت اون در جامعه خودمون. ضمن تشکر از شما بینندگان عزیز که به این گزارش توجه کردید، آرزوی موفقیت شما را نیز دارم با امید اینکه روز و شب خوبی رو داشته باشید و همچنین